اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين مولانا المنتظر العدل المشتهر الإمام المهدي عليه السلام ومن وصية إمام الحسين عليه السلام يا بني إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله. خدمت همه سروران بزرگوار، خانم ها، آقایان، دوستان جوان مجلس، اساتید محترم که حضور دارند، صمیمانه سلام عرض می کنم و گرامی می دارم شام غریبان ابا عبدالله علیه السلام رو. یک موضوعی رو آماده کردم خدمت دوستان، سعی می کنم عرضه کنم. عنوانی که من انتخاب کردم عاشورا و بحران سنت هست. یک توضیحی راجع به این قضیه خواهم داد، یه مقدمه کوتاه، بعد یه متنی خواهم داشت و سعی میکنم که آخرش هم یک اشاره‌ای به حوادث شام غریبان داشته باشم. و این قسمت حتما کوتاه خواهد بود چون سرور عزیزمون جناب حضرت حجت الاسلام آقای مهدوی راد خریت روزه هستند، چون من میدونم که از اون بیشتر میتونیم توی این قسمت خیلی استفاده کنیم، چون هیچگاه نشده من مجلس ایشون باشم و اشکم در نیاد. و همین دلیلم هست که قسمت آخر صحبتم دو سه کلمه بیشتر نخواهد بود. برای اینکه آماده باشیم این بحث رو با تمرکز بیشتری دنبال کنیم، یاد بیارید شهدا و اسرای کربلای حسینی رو با یک صلوات بلند. خدمتتون عرض کنم من توی این دهه محرم یک چهار مجلسی رو آماده کرده بودم صحبت کنم و این همین مجلس چهارم هست و در مورد بحران سنت هست. موضوع را یک کمی توضیح خواهم داد و بحثمو پیش میبرم. اصلا منظور از سنت چی هست؟ خدمتتون عرض کنم وقتی که نگاه میکنیم به تاریخ تحولات سیاسی و اعتقادی مسلمون ها، میبینیم که در ادبیات مسلمون ها دو تا واژه بسیار مهمن. یکی اسمش کتاب هست و یکی سنت. این دوتا هم معیار اعتقادات مسلمون هاست و هم حجت عمل فردی و اجتماعی مسلمون هاست، کتاب و سنت. اون چی که خیلی اهمیت داره این هست که سنت یک نوع وضعیت توضیحی دارد، یعنی آنچه که در قرآن کلیاتش آمده است سنت آن را تفسیر کرده است و توضیح داده است. مثلا در قرآن اومده نماز بخوانی، اما سنت توضیح داده که روزانه چند رکعت و چگونه نماز بخوانید. معیار سنت هم حضرت رسول صلوات الله علیه هست و در سوره احزاب دوستان می دانند که و همه دوستان حضور دارند، این آیه معروف است: لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. شما در رسول الله یک معیار برتر میبینید، معیار عالی دارید میبینید، یعنی هر آنچه که آن بزرگوار انجام داده بهترین معیار هست.
بنابراین سنت وضعیتش توضیح دادن کتاب هست، اما سنت یک اهمیت دیگری دارد و اون این هست که در حوزه عبادیات خیلی اثر داره، ولی در حوزه حکمرانی ارزشش خیلی بالاتر هست. علتش این هست که حوزه حکمرانی خیلی پیچیده است و این سوال که بالاخره پیامبر چه دولتی رو تشکیل داد و چگونه ظرف 10 سال، یعنی از سال 1 هجرت تا سال 10 هجرت کاری کرد که قبایل مهم عربستان پیوستن به دولت پیامبر بدون اینکه پیامبر وارد درگیری های شدیدی بشه. یعنی پیامبر غیر از قریش با دیگران جنگ های جدی نداشت، خیلی محدوده. به همین دلیل میگن اگر پیامبر 2 تا معجزه داشته باشد، یکیش قرآن هست و یکیش همین قرارداد یا دولت مدینه است. به گونه این دولت رو طراحی کرد پیامبر که روی شبکه پیچیده قرارداد و مفهوم رضایت و تساهل ایستاد و به جای اینکه پیامبر بره سراغ قبایل، از 8 سال بعد یعنی سال 8 هجرت قبایل بودن که می اومدن با پیامبر قرارداد می بست. جالب این هست که پیامبر در این قراردادها هیچگاه اصرار نمی کرد که شما مسلمان بشید. در هلوهوش 132 قراردادی که پیامبر بسته، که البته کم و زیاد هست، بعضی هاش متنش هست، بعضی ها گزارش کوتاهی ازش هست، مهمترین متنش هم قرارداد 47 ماده مدینه هست، در هیچ کدوم از اینها پیامبر نه تنها اصرار ندارد که کسی مسلمان بشود، بلکه برای قبایل استقلال داخلی قائل است. یعنی معتقد هست که هر قبیله ربعه خودشون رو داشته باشند، یعنی سنت خودشون رو داشته باشند. حتی مشرکان هم عضو این قرارداد می شدن و پیامبر شرط می کرد، می گفت که ما از شما دفاع می کنیم و اگر مسلمان شدید با ما برابرید و هم ایمان ما هستید هم عقیده ما، اگر هم نشدید هم پیمان ما هستید. بنابراین این قرارداد شکل گرفت. یکی از قوی ترین قراردادها قرارداد سقیف هست، یعنی طائف، که میشه گفت که زیباترین قرارداد پیامبره. پیامبر اونجا نه تنها به اینها نگفت که مسلمان بشید و نگفت که مذهبتون رو از دست بدید، بلکه قول داد غیر از مسائل ربوی خسارت‌های ناشی از قرارداد رو هم تعهد خواهد کرد. یعنی پیامبر یک چنین قراردادی بست در این دوره و بعد این قرارداد باعث شد که دولت تهامه، بنی تهامه، همین که الان ریاض اونجا پایتختش هست و خب حتما شنیدید در این اخبار تو درگیری ها قصر تهامه مطرح شده همیشه، دولت تهامه با بیش از 1000 نماینده خودش پادشاهی بود، قرارداد بس با پیامبر و عضو دولت پیامبر شد و دولت پیامبر ظرف 2 روز به مرزهای خلیج فارس رسید. یک چنین پیامبری بود، یک چنین دولتی بود. بنابراین این سنت، سنت بسیار بسیار مهم بود و فرض بر این بود که اگر بنا باشد که جامعه مسلمانی دولتی تشکیل بدهد، علل قاعده باید مبتنی بر سنت پیامبر باشد.
این ویژگی اصلی و اهمیت سنت بود. در تاریخ اسلام پاسداران این سنت یا در واقع مفسران این سنت کسانی بودند که به اونها میگفتن صحابه، یعنی صحابه واسطه‌ای بودند بین سنت پیامبر و مردمانی که پیامبر رو ندیده بودند، یا به اعتبار فاصله زمانی یا تفاوت جغرافیا. در واقع صحابه احترام زیادی داشتند و اون موقع دانش مرجع حدیث بود. یعنی وقتی که میگفتن علما، یعنی کسانی که آشنا به حدیث هستند، آشنا به چمخم سنت هستند. و در روایاتی از امام حسین علیه السلام هست که از علما شکایت میکنه، دلیلش اینه که اینها در حفاظت از حدیث کوتاهی کردند و جامعه دچار اختلاف شد. بنابراین کارگزار سنت یا راوی و مفسر سنت صحابه بودند و دانش معیار اون موقع حدیث بود. هنوز فقه به عنوان یک دستگاه پیچیده شکل نگرفته بود، مرجع حدیث بود. همین که یک نفر به عنوان صحابه شناخته میشد و میگفت سمعتو ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول و کذا، اون وقت حجت میشد، اون وقت حجت میشد. یعنی همین که کسی میگه من شنیدم پیامبر چنین گفت. اما این اتفاق به تدریج با یک مسائلی مواجه شد و اون این بود که دولت اسلامی به تدریج دچار انحنا شد به خاطر شرایطی که پیدا کرد. یکی از اینها انتقال دولت اسلامی از مالیات‌های مردمی به درآمد رانت ناشی از غنیمت بود. یعنی قبلا زمان پیامبر مردم خود قبایل پول میدادن به دولت و باید دولت هم حسابشو میداد که این کجا باید مصرف بشه. اما وقتی که جنگهای جهادی شکل گرفت در سالهای 12، 13، 14، 15 هجرت و بعد دو تا امپراتوری حل شد در تمدن اسلامی، ثروت اینها وارد خدمتتون عرض کنم که خلافت شد و سعی کردن طبق سنت کلاسیک اینها این منابع رو باید بین مردم تقسیم می‌کردن، بیت المال رو. زمان پیامبر خب درآمد کم بود اما مساوی تقسیم می‌شد. زمان خلیفه اول هم مساوی تقسیم می‌شد. ولی از زمان خلیفه دوم یک فرمولی پیدا شد به نام سهم هر فرد مساوی است با نسبت با پیامبر، یعنی قریش، ضرب در سابقه در اسلام. یعنی در واقع سهم مردم از بیت المال نابرابر شد، به شدت هم نابرابر شد و این نابرابری به تدریج باعث شد که اونهایی که صحابه بودند در معرض اشرافیت قرار بگیرند و اینها تبدیل شدند به کانونهای مذهب، ثروت و قدرت. یعنی هم پول دستشون بود چون که خب اولین کسان بودند که اسلام آورده بودند، هم خیلی هاشون به لحاظ نسبی نزدیک به قریش بودند، خب ضریب بالا می رفت. شما یک فرض کنید که یک عراقی سال فرض کنید 15 اسلام آورده، مقایسه کنید به قریشی که سال اول بعثت مثلا اسلام آورده، خب دیگه می برد دیگه. تا
تاریخ نشون میده که این ثروت وقتی که پیدا شد، فرزندان اینها دچار مشکل شدن، مسائل فرهنگی پیدا کردن، چون که ثروت میل داره که با خودش اشتهای مصرف درست کنه. اصلا خصلت اینه. به عنوان امتحان یه 2 میلیون جیبتون پول بگذارید، برید توی بازار، هی قلقلک میشه که یه جوری از جیب این در بیاد. عمر خلیفه دوم قضیه رو فهمید و به تدریج سعی کرد که جلوی اینها رو بگیره، اما نتونست. و سرانجام در دوره عثمان خلیفه سوم ایده پیدا شد به نام تبدیل کردن ثروت به سرمایه توسط صحابه. خب دوستانی که در حوزه اقتصاد سیاسی هستن میدانن که فرق ثروت با سرمایه چی هست. ثروت چیزی است که توی صندوق میمونه، سرمایه چیزی است که باز تولید میشه، سود میاره خود سرمایه. بنابراین صحابه زمین ها رو خریدن و پولش رو دادن به دولت، شد بیت المال. و باز بر حسب فرمول سابقه در اسلام و نسبت با پیامبر، برگشت به جیب خودش. عملا یک چرخه اینطوری پیدا شد و دولت دچار دچار فساد شد. یعنی صحابه ای که باید معیاری می شدن برای، یعنی عیاری می شدن برای سنجش عمل دولت، خودشون دچار مشکل شدن. یعنی اون نهاد مدنی که باید ناظر می شد و می گفت سمعت و پیامبر چنین گفت و حاکم خلاف اون داره عمل می کنه، خودش در واقع داشت خلاف می کرد. تعدادی از صحابه اینطوری شدن، نه همشون، اما این تحولات در زمان معاویه اوج گرفت. در زمان خلیفه اول اموی اوج گرفت. داستان اینطوری هست، من نمیخوام، فقط به خاطر اینکه زنجیره بحث حفظ بشه، دوستان میتونن توی این کانال تلگرامی ما جلسه دیروز رو گوش کنن که اونجا توضیح داده شده که در زمان معاویه متوجه شد که ساختار دولت مسیری را حرکت کرده و سنت پیامبر مسیر دیگری رو قرار داره و بنابراین باید یک اتفاقی بیفته، یا دولت برگرده به سنت یا سنت بر مدار ساخت دولت تفسیر مجدد بشه. یعنی در واقع سنت به اقتضای دولت تحریف بشه. این خب چیزی هست که داره اتفاق میفته و بنابراین ما شاهد هستیم که در ادبیات، یک صلواتی ختم کنید، ما شاهد هستیم که در ادبیات دوره معاویه کوشش میکنند که سنتی خلق بشه که این سنت در واقع سنت مناسب با شرایط دوره اموی هست، شرایط دوره خلافت معاویه است. بنابراین معاویه تصمیم گرفت که البته زمینه هاش قبلا بود، زمان خلیفه سوم اشرافیت مذهبی شکل گرفته بود ولی هنوز تئوری توجیه کنندش وجود نداشت و بنابراین مردم میتونستند فرق بین پیامبر و وضعیت امروز رو بدونن. اما تلاشی که در زمان معاویه شد، سعی کردن برای شرایط جدید یک تئوری موجه ساز خلق بکنن. به این ترتیب معاویه تلاش کرد، جلسه گذشته عرض کردم، اتفاقا تلاش کرد، اولین کاری که کرد تا اونجایی که میتونه صحابه رو از مدینه که مرکز خلافت معنوی اسلام بود و
و حتی علی علیه السلام به کوفه رفت، فقط بخش سیاسی به کوفه رفت، صحابه توی مدینه بودن. و میدانید که امامان معصوم علیه السلام همیشه میگفتن باید برگردن به مدینه، چون نگهداری اونجا مهم بود و اش اهل بیت بود، یعنی لانه اهل بیت تلقی میشد این مدینه. در زمان معاویه به تدریج کوشش کردند صحابه رو منتقل کنند به شام و به تدریج روایاتی پیدا شد در تقدس شام. ماهیت روایات آدم میخونه میفهمه که این روایات مربوط به سال 40 به بعده، اما نسبت داده میشه به خود پیامبر و توسط صحابه. مثلا روایاتی هست میگه که وقتی که شما پیامبر به معراج رفتید، ستونی از کتاب داره از آسمون به چیز میاد، به شام میاد، و بعد میگه تو بال شام، تو بال شام، تو بال شام. بعد میپرسن که چرا شام اینقدر ارزش داره؟ پیامبر میگه که ملائکه اونجا رو حفظ میکنن. و بعد روایت اینطوری هست، میگه که هر موقع دیدید اختلافی در بین امت اسلامی پیدا شد، فل ایمانو به شام و فی ایام الفتن الایمانو به شام. هر موقع دیدید که اختلافی هست، شما نگاهتون به چی باشه؟ به شام باش. بنابراین شروع کرد، روایاتی ساخته شد در تقدس چیز شام، در تقدس معاویه. و اون وقت یک گفتمانی پیدا شد به نام گفتمان وحدت و جماعت. میدانید سال 40 هجرت رو رسماً سال وحدت اعلام کردن. چرا؟ چون که بعد از شکست تلاش‌های امام علی علیه السلام، صحابه اکثرشون، اونایی که غیر از اونایی که دور و بر اهل بیت بودن، به این نتیجه رسیده بودن که وحدت مهمتر از اصالت هست. توجه کردید؟ در تئوری‌های سیاسی هم ما داریم تحت عنوان authenticity، یعنی اصالت یک شی. بعضی موقع اگر تضادی باشه بین بقای یک جامعه یا اصالت یک جامعه، بقا اولویت داره بر اصالت، و معاویه محور این بقاست. و بنابراین معاویه معمار وحدت اسلامی است. توجه کردی؟ و با همین تئوری تونست صحابه رو قانع کنه، و صحابه تونستن بخش بزرگی از جامعه رو قانع کنن که قرارداد با امام حسن علیه السلام که واگذاری خلافت به اهل حل و عقد بعد از معاویه، یعنی بازگشت به آشوب زمان علی علیه السلام، و چون این آشوب خلاف مصلحته، توش مفسده وجود داره، پس اصل بر اینه که خلیفه خودش برای خودش جایگزین انتخاب کنه تا بحرانی به وجود نیاید. و بنابراین تکیه کردن به عدالت معاویه. روایاتی از امام، از صحابه نقل هست که میگن پیامبر میگفت وقتی که معاویه از قبر در قیامت برمیخیزد، عبایی سبز رنگ بافته از نور به دوشش هست. و جای بعضی جاها یک روایتی دارن میگن، خیلی جالب اینها، که هرچند همشون با تحلیل های هرمونتیک جعلی به نظر میاد، اما مهمه. جالب اینه که دانشگاه ریاض هم اینو چاپ کرده، یعنی اخیرا دانشگاه ریاض اینو، جامعه ریاض عربستان اینو چاپ کرده. بسیار اون هست، جمله این هست، میگه که زمانهایی بودن فقط امین وحی یعنی جبرئیل بود، من بودم یعنی پیامبر و معاویه، و کاد ان یکون معاویه نبیا، و احتمال میدادم که معاویه اینقدر مورد اعتماده که پیامبر بشه اصلا بعد از من. خب بنابراین کی میتونه مخالفت کنه با این دیدگاه؟ به این ترتیب ما شاهد هستیم که شاهد دو گفتمان بزرگ هستیم. کسانی معتقد هستند مثل امام حسین علیه السلام اینها
که دولت اسلامی از جای خودش در رفته و دیسلوکی شده، به قول معروف از جا کنده شده، در شیب انحطاط افتاده، باید برگرده اصلاح بشه، یعنی برگرده به سنت پیامبر. اما یک جریان دیگری تکیه میکنه که نه، این دیگه قابل برگشت نیست، برای حفظ وحدت باید عمل کرد، بنابراین باید برگشت به عمل صحابه نه بر سنت پیامبر. به همین دلیل هم هست که دستگاه‌های فقه سیاسی اهل سنت اصلا ارجاعشون از سقیفه است، به قبل از اون اصلا ارجاع نمیدن. و جالب اینه که اهل تشیع هم روی اون ایستادن و خیلی بر نمیگردن نگاه کنن که اصلا پیامبری که این همه امام حسین میگفت که نیلا خرجتو اشرا ما خرجتو اشرا ولا بتر الله مفسدن لا ظالمن بل خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی و اسیر به سیرت جدی و ابی، برگردیم به سیره پیامبر. اون سیره کجاست؟ یعنی کسی اصلا، یعنی در واقع یک سنت پیامبر سنت فراموش شده بود و صحابه جای پیامبر رو به عنوان مرجعیت گرفت. و به همین دلیل هم بود که ما شاهد این بودیم که دو گفتمان مهم شکل میگیره، یکی سنت پیامبر هست، یکی سنت برساخت است، یعنی سنتی که صحابه از کانون شام داره روایت میکنه از پیامبر، یعنی روایت یک طرفه و یک سویه از پیامبر هست. خب اینها هستن و چون این چیزی داره شکل میگیره. خب بحث رو من از همینجا دنبال میکنم ببینید که چی هست. من از دوستم خواهش میکنم که دیدید که زمان من داره نزدیک میشه، 5-6 دقیقه قبل من یک اطلاع بدید که بحثم رو جمع کنم. در ادبیات این دوره ما شاهد هستیم که خود حضرت امام حسین علیه السلام و کسانی که پیرو ایشون هستند و قبلش امام علی ابن ابی طالب علیه السلام، اینها یک مبنایی دارند و اون مبنا این هست که اگر ما به سنت پیامبر عمل نکنیم مسلمان میمانیم اما هلاک میشویم، یعنی اسم مسلمانی میماند. این خیلی مهمه، یعنی با اینکه اسممون میمونه اما رسم مسلمانی دیگه نیست. ما نماز میخونیم، روزه میگیریم، حج هم میریم، هیچ کس در تاریخ عظمت حج رو به اندازه زمان معاویه نمیتونه ببینه و هیچ کس در زمان بنی عباس هم مثل زمان منصور نمیتونه ببینه. حج اینقدر چیز بود، یعنی خود خلیفه مستقیم می اومد حج، یعنی اینقدر اهمیت داشت. خب تاریخش رو میبینیم که اینها هستن. بنابراین ابو عبدالله معتقد بود که دولت از جاش در رفته، باید به جاش برگرده و اون چی که سیرت اسلام رو حفظ میکنه این دولته و بقیه عبادات رو هر جور میشه چیکار کرد. یعنی اگر اینجا خراب بشه بقیه جاها هم خراب خواهد شد. بنابراین در یک در نهج البلاغه این جمله رو حضرت داره میگه و این جمله این هست، میگه که سنت عیار بقای ملت هست. جمله این هست: وقد علمتم انه لا ينبغي ان يكون الوالي، سزاوار نیست که حاکم، المعطل للسنه، سنت پیامبر رو تعطیل بکنه، نه اون سنتی که صحابه دارند توضیح میدن. در واقع چون واژه سنت مهمه، سعی کردن که در واژه سنت اختلال ایجاد کنن، یعنی به طلای ناب پیامبر مس قاطی کنن تا اینکه ارزشش رو از دست بده. و من اون وصیت رو که خوندم که مهمترین ظلم یک بار ظلم جلی هست، یک کسی پول یک کسی رو میگیره کتکش میزنه، اما یک ظلم خفی هست که ذهنشو به هم میریزه.
ایمانشو مغشوش میکنه، نمیدونه که اصلا این مسلمانی به چه دردی اصلا میخوره. اینجا هاست که داره این ظلم شدیدتر از اون ظلم چیزه. اون ظلم همه میبینن، اون ظلم همه میبینن، میتونن توی شبکه‌های اجتماعی اعتراض کنن، میتونن حرفشونو بزنن، اما ظلم اونجاست که دی ان ای باور داره عوض میشه و ذهنیت مسلمانی دیکانستره میشه، میشکنه و بعد اون وقت نمیدونه چی درسته اصلا، چی غلطه، چی چیز مال پیامبره، چی چیزی مال پیامبر اصلا نیست. اینو میگن بحران سنتی که در زمان معاویه پیداش. بنابراین حضرت میبینید که اصلا خود علی ابن ابی طالب اصلا میگه که وظیفه والی اینه که اون سنتو، نه این سنتو حفظ بکنه. المعطل للسنه، اگر کسی سنتو تعطیل کنه، فیهلک الامه، امت از بین، نه اینکه مسلمان نمیماند، اما مسلمانی نمیماند. این خب خیلی فرق میکنه. آخه بعضی موقع آدم اسمش هم مسلمان نیست، جهنم، ولی بعضی موقع اسمش مسلمانه ولی هیچ رسمی از اخلاق مسلمانی درش باقی چی نمونده. این قسمت مهمه. بعد حضرت اینطور داره میگه، ببینید در صفحه 192 نهج البلاغه مرحوم فیض داره اینا رو میگه. من دیگه هی مراجعش رو نخواهم گفت، منابع رو تونتون میخونم چون میدونم که صحبت‌های حاضرهای مهدوی مهمتر از صحبت من هست، سعی میکنم که زود جمع کنم. یک جا اینطور میگه: فعلم ان افضل عباد الله امام عادل. منظور از عادل یعنی مشروعه، نه اینکه کسی که فرض کنید که عدالت به معنی فردی مورد نظر اینجا نیست، امام مشروعه، که این امام مشروع هدیه و هدا، خودش هدایت شده و دیگران را هم داره هدایت میکنه، خود ساخته میتونه دیگران را هم بساز. هدیه و هدا، فاقام سنت معلومه، و سنت آشکار رو اقامه میکنه، حفظ میکنه، و امات بدعتن مجهوله، و اون بدعتی که جامعه سنت پوشیده اونو چیز کنه، اونو بمیراند. ولی میدانید مردم عادی فرقی بین کرباس و حریر سفید شاید قائل نشن، اینو زرشناس باید این کار رو بکنه و این مسئولیت علما بود که نشد، یعنی اتفاقی، یا مسئولیت صحابه بود که انجام ندادن. وای به روزی که بگندد نمک. این اتفاقی بود رخ داد. حضرت این طور میگه ان السنن لا نیره، سنت ها شبیه چراغن. و بعد اضافه میکنه ان البدع الظاهره، اونا هم شبیه، اونا شبه چراغن. بین لنیره لظاهره، و خیلی سخته که اینها رو از هم تشخیص دادن، آنگاه که داره این دوتا کنار هم قرار میگیره و خیلی سخته. یکی دو جمله رو احی السنه و امات البدع، اینها رو حضرت میگه، یکی دو جملهش هم میخونم. در نامه 53 به مالک اشتر میگه: ولا تنگ و سنتن صالحه، سنتهای خوب رو نشکنید. امل به ها صدور هذه الامه، بزرگان و پیشتازان این امت به اون سنت عمل میکردن، اونو نشکنید. چرا؟ چون وجتمعت به هل الفه، اون سنت هست که جان مایه وحدت مسلمون هاست. تاش که اونه جان مایه، اگه اون بره که دیگه چیزی نیست. و صلحت علیه الرعیه، رعیه روی اون قرارداد بستند، و بنابراین جنس بدل نباید به این امت داد.
ولا تحدثن سنتا تزر به شیء من ماضی تلک السنن. شما سنت هایی را ایجاد نکنید که ضرر بزنه به سنت پیامبر. خب این معلومه چی داره اتفاق میافته، یعنی داره مصادره میشه واژه و امام علی علیه السلام از این مصادره داره میترسه و هی داره هشدار میده. فبعد خب باز هم یک جمله دیگری داره در مورد خوارج هست، میگه که لا تخاصم هم بالقرآن، با خوارج با قرآن جر و بحث نکنید، چون قرآن وجوه متفاوت داره، قابلیت تفسیر هم داره. ولیکن خاصم هم به سنت، با خوارج با چیز، با سنت، یعنی با سنت پیامبر. چرا؟ فَإِنَّهُمْ لَنْ يَجِدُوا عَنْهَا مَحِيصًا، چون سنت شفافه، نمیتونن اینو رنگی بکنند و خاکستری چی بکنند. این زمان امام علیه، سالهای 35 تا 40، هنوز سنت شفافیتش رو از دست نداده. ولی در زمان معاویه اینقدر قاطی کردن به این سنت، دیگه سنت هم اهمیتش رو چی؟ شفافیتش رو از دست داد. و بعد حضرت احساس میکنه که این سنت از دست رفته نتایجی داره. یکی از نتایجش اینه که صحابه که باید معیار میشد، خودش مولد سنت بدله، خودش مولد سنت بدله، و چون خودش سنت بدل تولید کرد، بر شاخه نشست و بن ببرید. احترام خودش هم به تدریج از دست داد و بنابراین نظم سیاسی رفت تابع زور شد. یعنی اتفاق افتاد آنچه که باید اتفاق می افتاد. و مرحوم محدث نوری در مستدرک الوسائل یک جمله کوتاهی داره، میگه، و اون جمله کوتاه یعنی بخشی از خطبه بزرگی است که امام حسین از حضرت علی نقل میکنه در مکه، یکی دو ماه قبل از محرم اینو نقل میکنه. جمله اینه، میگه که شما هی میگید به ان مجار الامور والاحکام الا عید العلماء، شما هی دارید این طوری میگید، اما بعد شکایت هم میکنید که چرا امور دست ما نیست. خب خودتون از دستتون چیکار کردید؟ یعنی شما حجیت داور بودن رو از دست دادید، اعتبارتون رو از دست دادید. جمله رو ببینید، میگه که شما این فکر میکردید و میگفتید که مجاری امور به دست علما بگن که این امیر خطا میکنه، اون قاضی خطا میکنه، اون حاکم درسته، مردم هم حرفشو گوش میکردن. یعنی شما مرجع مشروعیت بود، باید میبودید، اما کاری کردی. جمله این هست، فانتم المسلوبون تلک المنزله، الان در شرایطی هستید که از این جایگاهتون شما طرد شدید، دیگه شما در مقام مرجعیت فکری اجتماعی و سیاسی نیستید. به تعبیر جامعه شناسی امروز شما دیگه گروه مرجع حساب نمیشید. فانتم المسلوبون تلک المنزله و ما صلبتم ذلک الا بتفرقکم عن الحق، اینو هیچ کس از شما نگرفت، خودتون با دسته خودتون این اعتبارتون رو از دست دادید. چرا؟ اختلاف کن فی سنه بعد البینت الواضحه، بعد از اینکه سنت آشکار بود اینقدر قاطیش کردید الان خودتونم نمیدونید صحیح کدومه و باطل کدومه. خب میدانید وقتی که سنت آشفته میشه دانش حدیث دچار بحران میشه،
وقتی که دانش حدیث دوچار بحران شد، دستگاه فقه دوچار چی میشه؟ بحران میشه. یعنی دانشی که باید مبتنی بر حدیث و اون هم مبتنی بر سنت واقع باید توضیح بده عمل امروز انسان مسلمان رو، دوچار اختلال میشه و آشفتگی به همه جا داره چی؟ داره سرایت میکنه. و این هست مفهوم بحران سنت. یه صلواتی بفرست. جالب هست در این تعارض بین سنت برساخته که مبتنی بر وحدت بود و سنت پیامبر که ایده اصلاحی امام حسین علیه السلام بود، تونستن به جامعه یک انتخاب سخت رو پیشنهاد کنن. تاش کردی؟ آیا حفظ وحدت مسلمان ها بهتره بدون فرزند پیامبر، یا حفظ فرزند پیامبر بهتره بدون حفظ اسلام؟ خب الان هر بچه چی میخواد بگه؟ هر بچه میگه که بالاخره امام حسین در اولویت چی قرار داره؟ در اولویت دوم قرار داره. این هست که من کربلا رو میسازه و پشت سر این جمله هست که عبیدالله زیاد به عمر سعد نامه مینویسه، میگه که شما نباید مماشات کنید، چون میدونید دو تا دیدگاه بود. بعضی ها میگفتن در دولت یزید با حسین مماشات کنن، خود عمر سعد هم از ایناست، و بعضی ها میگفتن که نه، حتما اینو بکشن، چون که هم زندش مشکل درست میکنه و هم مردش، و بعد دارن اطمینان میدن که مردش خطرش کمتره. یعنی تو این متنی که در نامه‌ای که ابی مخنف داره نقل میکنه از عبیدالله زیاد به عمر سعد، این جمله وجود داره. ببینید جمله این هست، میگه که اونو بکشید و بر سینش و استخوان‌های پشتش اسب بدوانید. چرا؟ فإنه عاق، چون او عاق خلیفه شده، خلیفه‌ای که معیار وحدته، بقای مسلمان‌ها به اون به احترام اون. انه آقون مشاقون، دردسر درست کرده، خوابش آشفته کرده، قاطعون ظلومون، وحدت مسلمان ها رو داره میشکنه و بهترین برترین ظالمه. و بعد اینجا اینطور میگه لیس دهری فی هازا ان یزر و بعد الموت شیئا، نگران نباشید بعد از این اتفاق خاصی چی؟ اتفاق خاصی نمیفته. خب میبینید که وقتی که عاشورا اتفاق میفته، دقیقاً عمر سعد مو به مو این چیزو اجرا میکنه، یعنی این سیاست رو اجرا میکنه. من چون نه همیشه عهد دارم با خودم، هرچند که اینجا جاش نیست، محرم یکی دو تا عبارتی از مرثیه بخونم تو ذهنم هست، و بنابراین اجازه میخوام یه دو جمله‌ای بخونم. غمگین ترین چند تا همه حادثه عاشورا غمه، اما یکی وداع هست، یکی غارته، و من سعی میکنم یکی دو جمله از اون غارت بخونم که اینو در ارشاد شیخ مفید آوردن. این طور هست، میگه وقتی که امام حسینو شهید میکنه، هر کسی لباسشو میبره، یعنی هر پیراهنشو یکی، امامشو یکی میبره، شمشیرشو یکی میبره. و بعد حمید ابن مسلم اینطور میگه، من دیدم حمله بردن به خیمه ها، دیدم که این زنان با تمام مصیبتشون مقاومت میکردن که لباس هاشون نگیرن. اللهم صل علی محمد و آل محمد.